آیتم شگفتی های آفرینش که در مورد یکی از میتونه بگیم که یکی از موجوداتی که خداوند مهربان خلق کرده، در مورد اینا میخوایم صحبت بکنیم. اما امروز یک دونه نیست، یعنی زیاد حیوانات هم میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. بله، امروز میخوایم بیشتر راجع به یک کاری که او حیوانات انجام میتن. فقط حیوانات هم انجام نمیتن، بیشتر انسان هم انجامش میتن، ولی میتونیم بگیم که بیشتر ایده ذات حیوانات هست که میتونن انجامش بتن. بله، و جالبی همین هست، یعنی میتونن قدرت خداوند مهربان نشان بده که در حیوانات ما این کاری که غزل جان برای ما گفت اینا رو انجام میتن، یعنی جزء کارهای همیشگیشون، یه رقم ذاتش میتونه بگیم. بله. یعنی خدایی هست که برایشون خداوند داده و این رو نعمت میتونه بگیم هست. اما با همدیگه بیاییم بدانیم که این کاری که بسیار جالب هست چی هست. یک نقل من براتون بتونم، اول توضیح میتونم، بعدش اسمش برای شما میگم. این کاری که حیوانات انجام میتن، بعضی اوقات ما دیدیم که مثلا در پیش سبزه ها، یا اصلا یک مثال ساده تر که شاید کل ما تجربه کرده باشه، یک جایی میریم تفریح، یک چیزی رو میبینیم مثلا بیخی برگ است، یک کل جا سبز است، یه دفعه میبینیم یک چیز پرواز میکنه و خوب که دقت میکنیم هیچی نیست، ولی میبینیم پرواز میکنه و کمی که دقت کنیم میبینیم اون ملخ هست. بله. و این میتونه برای ما جالب باشه، این ملخی که مثلا خب بالاخره پرواز میکنن، موجود زنده هست، در پهلوی گیاهانی که مثلا حرکت نمیکنن یا مثلا پرواز نمیکنن، در پهلوی از اینو یکی معلوم میشه. و ما ایره چی میگیم؟ برای ما غزل جان میگه. بله، و سوگپایی که فاطمه جان خودت به ما گفتی، پس معلوم میشه اینا ای حیوانات و یا انسان ها یک کاری را انجام میتن که دفعه اول که میبینیمشان معلوم نمیشه، یعنی که اصلا دیده نمیتونیم. بله. او چی هست، چه رقم هست، ولی اگه کمی بیشتر دقت کنیم روی او میفهمیم که در چه حالتی استاد شدن و اینکه چه کاری انجام دادن. بله، و حتی چیزی که جالب هست این هست که با محیط اطرافش، مثلا حالا همین درختی که ما میبینیم رنگش مثلا نارنجی زرد هست، یک موجودات زنده مثلا ملخ هست که همشکل همی هست، مثلا بالش، پاهاش بیخی هم رنگ خودش هست. اصلا ما نمیتونیم اینو تفاوت بکنیم که مثلا این ملخ باشه یا هر موجود زنده دیگه، یا مثلا هر محیطی که باشه خود مثلا هم رنگ هم محیط هستن یا خود مثلا هم رنگ میسازن. بله. اما چی هست با یک کمی دیگه هم فکر بکنیم برای شما میگیم و میتونه کار بسیار جالبی باشه برای ما، میتونه سوال برانگیز باشه. و غزل جان شد بعضی از دوستایمون که بسیار هم لایق هستن در مورد از این تحقیق کرده باشن و فهمیده باشن که این کاری که اینو انجام میدن یا این ذاتی که خدا برشان داده، این نعمتی که برشان داده میتونه چی باشه. بله، پس میریم روی این که این کار چی میتونه باشه. بله، ما میتونیم به این کار بگیم که استتار هست. ما استتار به چی میگیم؟ یعنی که در کل خود را با محیط یک رقم درست کنیم. فرق نمیکنه که او حیوان بتونه رنگ خود تبدیل کنه یا که به یک صورتی به یک رقمی استاد شوه که معلوم نشه. منظوری است که با محیط اطراف خود یک رقم میشه. ما بله. میگیم به این کار استتار کردن. بله، و حتی اگر یک تعریف دیگه داشته باشیم، یک توضیح دیگه داشته باشیم، اینو بگویم که حیوانات زنده یا موجودات، البته حیوانات که مرده نداریم، موجودات زنده منظورم است. بله. موجودات زنده یا غیر زنده به خاطر از اینکه مثلا از حمله دشمنان، خب بالاخره هر کسی میخواد که غذای خود تامین بسازه، از حمله دشمنان اگر بخواین در امان بمانن از استتار به کار میگیرن. پس در صورت استتار میتونه بگیم که میتونن بسیار برای حیوانات مفید باشه و فایده‌مند باشه، از این لحاظ که مثلا او شکارچی، مثلا کسی که، یا مثلا همون حیوانی که میخواد شکار بکنه، زمانی که خود همرنگ محیط بسازن دیگه فهمیده نمیشن و تشخیص دادن نمیشن. بله، و یه گپی دیگه که باید بگیم، فقط حیواناتی که مثلا نمیخواین شکار شون تنها کار انجام نمیتن، بلکه او حیواناتی که میخواین شکار بهتری داشته باشن، یا میخواین یک رقم شکاری کنن که معلوم نشن، یا شاید همون طعمه‌ای که میخواین شکار کنن خیلی باهوش باشه یا خیلی تیز باشه، وقتی که میخواین شکار کنن استتار انجام میده تا که او تومهش با خبر نشه و بتونه شکار خود را به خوبی انجام بده. بله، و حتی شکارچی هایی که مثلا همین ما آدم و زمانی که میریم حیوانات شکار بکنیم، هم استتار مثلا برای حیوانات به درد میخوره. مثلا یوزپلنگ اگر ما نام ببریم که یک پوست خالخالی داره، حتی برای یوزپلنگ که شاید فکر کنیم یه استتار فقط برای موجودات خردی باشه مثلا حشره ها، اما حتی برای موجودات کلانی مثل همین یوزپلنگ میتونه مثلا برش همین استتار صورت بگیره و از استتار کار بگیره و در یک جایی مثلا در محیطی که همرنگ پوستش باشه، یعنی خالخالی باشه، در اونجا زمانی که قرار بگیره دیگه هیچ فهمیده نمیشه و شکارچی هم نمیتونه اینو شکار بکنه. بله، و همون رقم که گفتی فقط حیوانات نیست که کار انجام میده. بله. یعنی ما میتونیم بگیم که وقتی که انسان ها، یعنی وقتی که ما میریم به جنگل که بتونیم حیوانی رو شکار کنیم، بیشتر از میتونیم بگیم همین استتار انجام میدن، ولی بله. چه رقمی؟
علف را دور خود، یعنی یک لباسی درست میکنن که شبیه به همو اطرافش باشه، یعنی بیشتر از علف و اینا استفاده میکنن تا که معلوم نشه. بله، و حتی لباس هایی هم وجود داره که لباس هایی میپوشن که مثلا همرنگ درخت باشه یا مثلا دشت و اینا باشه، وقتی همرنگش میپوشن استتار صورت میگیره. اما در مورد یوز پلنگ که گفتیم که استتار اینجا صورت میگیره و استتار کار میگیره، بریم یک عکس با هم دیگه ببینیم که یوز پلنگ اونجا وجود داره و شما هم باید اونجا یوز پلنگ پیدا بکنید. بریم با هم دیگه عکس ببینیم. بله، این عکس زمانی که میبینیم خوب دقت بکنید دوستای خوبم. خوب دقت بکنین یک چند ثانیه. خوب دقت کنین کجاها شما یوز پلنگ میبینید. چون که ما گفتیم به دفعه اول معلوم نمیشه. بله، خوب دقت کنیم که بتونیم یوز پلنگ پیدا کنیم. استتار به خاطر همین چیزا هست که بله. زمانی که ما میبینیم نمیتونیم پیدا بکنیم. باید بسیار بسیار دقت بکنیم. شاید بعضی از دوستای ما پیدا کرده باشن که آفرین بگیم برایشون، شاید بعضیشون پیدا نکرده باشن. بریم با هم عکس دیگر هم ببینیم که اونجا نشانی شده که یوز پلنگ کجا هست. عکس بعدی. بله، بنابراین میتونیم یوز پلنگ پیدا بکنیم و فقط یک قسمت سرش معلوم میشه. این هم ما میگیم استتار. به همین راحتی استتار رو پس ما فهمیدیم چی هست و همچنان که در یوز پلنگ هم دیدیم که حتی میتونن به خاطر از اینکه شکار بکنن، یعنی یوز پلنگ به خاطر از اینکه بخواد شکار بکنه یک حیوان دیگر، حالا آهو وجود داشته باشه یا هر چیزی، میتونه یک جایی زمانی که پوت شوه یا پنهان شوه از این حالت میتونه استفاده بکنه و ما این را استتار میگیم و برای حتی بعدش میتونه شکار خود انجام بده که بکنه. بله، پس ما گفته میتونیم که فقط حیواناتی که میخواین، یعنی به صورت تومه قرار میگیرن، بله. اونا نمیتونن که استتار کنن، بلکه و حیواناتی که میخواین شکار کنن اونا رو هم ما میتونیم بگیم که اونا هم میتونن استتار کنن تا که او تومهشان به خوب او تومه رو بتونن به خوبی شکار کنن. بله، و همچنان دوستای خوبم یک سری حیوانات دیگه هم وجود دارن که بنابراین با هم دیگه اونا رو با هم دیگه یاد میگیریم که چگونه حیواناتی هستن که اونا از استتار کار گرفتن، یا اینکه این نعمت، البته میتونم بگم نعمت دیگه، چون بله. میتونه برایشون بسیار فایده‌مند باشه، این نعمت خداوند برایشون داده تا ازش استفاده بکنن. بریم با هم دیگه اولین حیوان عکسش رو ببینیم که به نام ملخ برگی میباشه. اگر دقت کنیم این ملخ فقط میتونیم از پایاش تشخیص بدیم که یک ملخ است. بله. اما اگر مثلا هم تو گذر و ترشم یا بشینه اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم که این ملخ باشه و همچون که یک چیزی به نام ملخ در این برگ شیشته، چون واقعا هم رنگش هست. خصوصا چون که آله فصلی هست که همه برگ ها به این رنگ شدن. بله. یکی میریزن و در کل به رنگ همه زرد و قهوه‌ای و نارنجی رنگ شدن. بله. پس تشخیص دادن این رقم ملخ خیلی سخت میباشه. بله، و همچون که یک در کشور کلمبیا گرفته شده که در روی زمین بوده در یک جنگل که برگاش هم زرد شده. بریم یک عکس دیگر هم با هم دیگه ببینیم. این عکس مربوط ماهی سنداب خالخالی هست که کف اقیانوس هست و همچنان زیر ماسه و شنها قرار میگیره و میتونه این رقم پنهان شود. بله، اگه سعی کنیم ببینیم پوستش یک رقمی است که وقتی در پولی سنگ های دریا قرار میگیره بله. اصلا تشخیص داده نمیشه. پس ما میتونیم بگیم که این ماهی یک حیوانی است که خوب میتونه استتار بکنه. بله، البته یک نکته را قبل از اینکه بپردازیم به این حیوانی که البته استتار صورت گرفته ایره بگویم. بله، بعضی از حیوانات هستن که پوستشون این از همون وقتی که با وجود میآیند و همچنین که خداوند اونا رو خلق کرده پوستشون همین رقم هست، یعنی میتونه که با طبیعت در همون جایی که قرار میگیرن همون رنگ باشه. البته بستگی داره که اگر طبیعت در همون رقم باشه. بله، بعضی از حیوانات هستن که میتونن، یعنی قابلیت ازیره دارن تا بتونن پوستشون هم رنگ محیطشون قرار بدن. مثلا یک رقم موجود هست به نام آفتاب پرست، اگر ما دقت کنیم و همچنین بله. کارتونی ها هم زیاد دیدیم که اینا یه رقم هست زمانی که مثلا ببینن که در خطر هستن، یک حمله صورت میگیره، همین میتونن که رنگ پوست خود هم رنگ محیط یا در جایی که مثلا درخت باشه یا هر چیزی باشه در اونجا قرار بدن. بله، یعنی ما میتونیم بگیم که هر وقتی که میخواین استتار کنن اول محیط خودشان میبینن که چه رقمی است، چه رنگی است. بله. و بعد به همون رقم استتار میکنن، یعنی رنگشون به همون رقم تغییر بله. میکنن. بله، پس میتونم بگم بعضیشون استتار میکنن و بعضیشون استتار در صورت گرفتن. بله، بریم طرف یه حیوانی که استتار در صورت گرفته به نام بقه صورت خفاشی، که خفاش هم شوپرک چرمی هم بعضی همی ما میشناسیم، که در میان برگ های مرده در پارک ملی آماکایاکو در کلمبیا استتار کرده است. بله. که عکسش با هم دیگه میبینیم. از پایاش ما میتونیم تشخیص بدیم که اینجا بقه حضور داره. بله، و فکر میکنم که تشخیص دادنش خیلی آسان نه، ولی نسبت به دیگه حیوانات آسان تر باشه. بله، این شکلی که با هم دیگه میبینیم البته عجیب هست و بله. این بقیه که ما میبینیم البته در دیگه جا اگر باشه خب میتونیم تشخیص بدیم، اما در این بخش که پوستش دقیقا همرنگ همین برگ های مرده هست
تشخیص دادنش بر ما خیلی سخت است. بله. در مورد بقیه صورت خفاشی هم فهمیدیم، بریم طرف حیوان بعدی، اونم در موردش بفهمیم. بله، و حیوان بعدی ما هست بید فلفلی که میتونیم بگیم یک نوع شب‌پره هست. بله. که استتار خیلی میتونیم بگیم استتار هنرمندانه انجام میده. روی صخره های سنگی یا جاهایی که سنگ هست بیشتر در اونجا استتار کرده میتونه. بله، و همچنین اینکه این حیوانی که با هم دیگه میبینیم یک کمی البته فقط از شکلش میتونیم تشخیص بدیم. بله. از کله و پرش اگر ببینیم میتونیم تشخیص بدیم که البته بله میتونیم تشخیص بدیم که یک شب‌پره اینجا حضور داره. بله، و بیشتر از روی بالش و از این قسمت ها میتونیم بله، بفهمیم. بله، منظورم بال. بله. نه پر نداره، مشکل نیست. بریم طرف حیوان بعدی که البته این رو باید خودتون حدس بزنیم که کجا حضور داره. این از پاش میتونیم تقریبا حدس بزنیم در قسمت اگر ببینیم پاش هست. و یک حشره است، یک حشره موسی یارگی برش میگن که به طور کامل با رگ‌های سرخ بیابانی پوشیده شده هست و همچنین که استتار کرده. بله، و سعی کنیم کاملا همرنگ همون محیطی که بله، قرار گرفته کاملا کاب. کاملا همرنگ او است. بله، بریم طرف حیوان بعدی. بله، و حیوان بعدی ما هست جلوی گلسنگی که یکس در پارک ملی آیراوان ازش گرفته شده در کشور تایلند. بله. که سعی کنیم کاملا روی یک تنه درخت از فکر میکنم. بله، بله، در این قسمت کاملا استتار کرده و اصلا فهمیده نمیشه که در کدام قسمت تنه درخت. بله، البته در پارک ملی ایراوان حضور داره و همچنین که یک کمی تشخیص دادنش سخت میشه. بله، یک بردوسه مون نشون بدیم که این در این قسمت قرار داره. یک کمی دقت کنیم در این قسمت. در این قسمت این جلوی گلسنگی که گفتیم قرار داره و این هم میتونه برای ما بسیار جالب باشه که یک موجود زنده دیگه استتار کرده هست. بله. بریم طرف موجود بعدی که میتونه بسیار جالب باشه. به نام گواره جنبان ارکیده هست که در میان گلها مخفی شده. بله، و فکر میکنم به دلیل نامش گواره جنبان ارکیده میباشه چون که بیشتر میتونه استتار خدا با گلهای به نام ارکیده انجام بده. دقیقاً. بله. و از شاخه‌هاش هم ما میتونیم تشخیص بدیم که یک موجود اینجا حضور داره. پس زمانی که ما اینا رو دیدیم در پهلوی گل‌های ارکیده و شاخش بتونیم دقت بکنیم. بله، چون که بیشتر از روی شاخش معلوم میشه. بله، دقیقاً، و میتونه یک موجود جالب دیگه ای باشه. بله. بریم طرف بعدی. بله، و حیوان بعدی ما که اگه اینجا سعی کنیم دو تاست، یعنی میتونیم بگیم که یک جور است. ما به اینا میگیم بقیه شیشه‌ای که بیشتر در پارک ملی مانو در کشور پرو ازشان گرفته شده. بله. که سعی کنیم نامشان هم بقیه شیشه‌ای است و رنگ سبز دارن. بله، دقیقاً در کشور پرو گرفته شده و همچنین که البته اینو یکم دیده میشن، یعنی برای حتی میتونن اینا رو ببینیم، ولی خب زمانی که اگر یک کمی چشمشون رو ببندن و دستایشون شکل شاخه بگیرن حد زدنش یا تشخیص دادنش برای ما سخت میشه. بله. در مورد بقیه شیشه‌ای هم فهمیدیم. بریم طرف بعدیش، بقیه ویتنامی. این بقیه ویتنامی را اگر دقت بکنیم که عکسش هم می‌بینیم، این هم یکم تشخیص دادنش سخت است که اگر چشمش ببنده دیگه نمی‌تونیم تشخیصش بدیم. بله، و این که می‌تونیم بگیم که این بقیه کاملا با محیط اطرافش یک رقم شده و تشخیص دادنش خیلی سخت که نه، ولی یکم مشکل هست. بله، خب این بود از بقیه ویتنامی که با هم دیگه دیدیم. بریم طرف ماهی بعدی، ماهی فلاندر، یعنی موجود بعدی ماهی فلاندر در کف اقیانوس قرار میگیره و واقعا سخته ایم. خیلی سخت است تشخیص دادنش. که ماهی فلاندر هست که بیشتر در کف اقیانوس استتار میکنه. بله. که میتونه خدا با محیط اطرافش، یعنی همون دریا و اقیانوس، یک رقم بکنه. بله، دقیقاً. و واقعا تشخیصش سخت است، یعنی موجودات که میخواین رو شکار بکنن خیلی با زحمت میفتن اگر بخواین این ماهی را شکار بکنن. و حتی مثلا آدم ها اگر بخواین که این ماهی فلاندر را شکار بکنن و استفاده بکنن ازش، میتونه برای ما سخت باشه. پس میتونه ماهی فلاندر برش خیلی کمک بکنه یه استفاده. بله. تا بتونه پنهان شه و شکارچی را شکار نکنن. بله، و حیوان بعدی ما هست. بله. مارمولک یا چلپاسه خندقی بهش میگیم. که نامش مارمولک چلپاسه خندقی است. بله. که در کشور مالیزیا ازش، یعنی در اونجا هست شده. بله، دقت اگر بکنیم این هم واقعا سخت هست و در یک قسمت سرش قرار داره و میتونه که دراز باشه و میتونه براحتی استتار کنه. بله. و بعدی رو بریم که بقیه برگی هست.
بقیه برگی رو با هم دیگه ببینیم. بله این هم سخت است، واقعا سخت است. بین برگایی که یکم خشک شده و به مدت زیاد در زمین مانده، بین اونا بیشتر هست و تشخیص دادن نمیشه. و میتونیم بگیم فقط از روی چشمایش کمی تشخیص دادن. بله دقیقا بقیه هست. بله موجود بعدی یک ملخ هست به نام ملخ مخفی که اگر دقت بکنیم در میان همین برگ ها وجود داره و این هم میتونه سخت باشه، چون که بدن شاخه شاخه داره و همچنین که برگ هم که شاخه شاخه زیاد داره، در صورت تشخیص دادنش در میان شاخ و برگ درخت زمانی که قرار میگیره میتونه سخت باشه برام. بله و میریم طرف پرنده، میتونیم میره بگیم یک پرنده است. یک پرنده شکاری؟ بله پرنده شکاری است که بیشتر به خاطر شکار کردن استتار میکنن. بله. که نامش پرنده پوتو هست و در برزیل ازش عکس گرفته بله. شده. بله و در قسمت نولش اگر دقت بکنیم در این قسمت میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که یک پرنده است و پرنده شکاری. قسمت دومش هم فکر کنیم کمی تشخیص داده شده. بله میتونیم که از طرز شیشتنش هم با هم دیگه ببینیم. بسیار خوبه، عکس بعدی رو با هم دیگه ببینیم و یک زرافه اینجا حضور داره. کمی دقت بکنید زرافه رو پیدا کنید. کمی فقط دقت کار داره که دوستایمو دقت بکنن به عکس. بله و این هم از اون عکسایی است که گفتیم برای بار اول معلوم نمیشه. بله. کمی طرفش دقت کنید. بله ایرم بگویم راستش که اول برای ما هم سخت بود که ایره پیدا بکنیم. بله بکن. کمی دقت کردیم و پیدا کردیم. بریم عکس بعدی رو ببینیم پیدا میشه ایشالله. بله و کسایی که حد زده بودن زرافه دو قسمت هست، یعنی حدشون درست بوده. بله پس این میتونه استتار زرافه باشه. دوستای خوبه ام تو اینجا با همدیگه در مورد استتار حیوانات فهمیدم و عکس هایی دیدم که بسیار برام جالب بود و همچنین اینکه حیواناتی که کاملا همرنگ محیط خود بودن. اما بریم استتار انسان ها رو هم با همدیگه ببینیم عکس هایی که چگونه صورت میگیره. اینجا ببینیم لباسش هم رنگ محیطش هست. بله چون که در مابین جنگل بله. هست بیشتر سعی کرده یک لباسی بپوشه که هم رنگ با محیطش باشه. بله و دوستی خوبم بیشتر این لباس ها را مثلا شکارچی ها یا نظامی ها استفاده میکنن، چون شکارچی ها بخوان که شکار بکنن حیواناتی که اونجا حضور داره شکارچی ها را نبینن. بله. همچنین نظامی ها چون که مثلا کارشون همین هست دشمن اینا را تشخیص داده نتونن. مثلا اگر ببینیم میتونیم براحتی اینا را دقت بکنیم و بفهمیم در موردش. بله پس ما میتونیم بگیم که بغیر از حیواناتی که میخوان شکار کنن یا میتونن یا میخوان که از شکار کننده ها در امان بمونن، میتونیم بگیم که انسان ها هم به خاطر شکار کردن یا کارهای بله. دیگه میتونیم بگیم استتار انجام میدن. بله اینا رو که غزل جانم برام در آغاز گفتن که توسط برگ خود میپوشونن و شکار خود میکنن. دوست خوبم امروز در مورد استتار فهمیدیم که استتار واقعا میتونه یک کار جالبی باشه. شاید بیشتر از ما تازه ای شنیده باشیم که استتار چی هست، اما یاد ما باشه که بتونیم به دیگران هم یاد بدیم، چون یک کار جالبی هست و جز معلومات عمومی ما میتونه در نظر بله. بگیریم که در ذهن ما باشه بتونیم همیشه اینا به دیگران هم یاد بدیم. و عکس های زیادی مثلا در سایت های اینترنتی وجود دارد و همچنین که بتونیم در مورد موضوع بیشتر مطالعه بکنیم. بله و این انسان ها را که میتونیم بگیم که خودشان همون رقم با محیط مثل محیط اطرافشان خود درست میکنن. بله ولی وقتی که این حیوانات خودشان همو پست را دارن یا دنده از ذاتشان است بله. که بعضیشان تغییر میتن خدا به محیط اطرافشان، این خیلی جالب است. بله دقیقاً. پس دوستای خوبه انشالله که از داستان البته داستان دیگه از معلومات امروز بله. ما خوبیات گرفته باشیم و یادتون نره که به دیگران هم این را یاد بدین.